میکنه مهارتا میگه که یعنی باش که گوش خود کار میندازه یا چرا تا خانومش بهش میگه که زهره بله این تو خانوما هم که سرنوشت یک خانواده را عوض میکنه زهره نواسه رسول خدا تو را خواسته تو داری تیر خدا میاری خلاصه زهیر بلند شد زهیر بلند شد و مجردی که رفت که پس آمد دیدن زهیر دیگه اون زهیر نیست زهیر حسینی شد زهیر چی میکنی زهیر میگه که خیمه و خیمات در همه اینا را جمع کنین دیگه اینا را جمع کنین بره به خیمه یا ما با عبدالله حسین اونجا نزدیک شد من دیگه حسینی شدم دیگه زهیر به معرفت رسید اون چرا نباید میفهمید فهمید تمام شد به خانوم خود گفت تو را طلاق میدم نه به خاطری که تو را دوست ندارم نمیخوایم از طرف من رنجی شامل حال تو شود همه افراد قبیله خود گفت اونایی که با من بیاید این سرنوشت منه من انتخاب کردم چی میشه که انسان این توی انتخاب کرد اینه که آماده است و مجردی که آقا عبدالله حسین حالا نمیدانن در تاریخ نقل نشده که چی گفته شده بین زهیر و آقا عبدالله حسین ولی در بعضی جاها وقتی که اشاره میشه این حرف در میاد که زهیر میگه من دیدم یک طرف نواسه پیغمبر کلام خدا راه راست عاقبت به خیری بهشت حقیقت این طرف گمراهی دنیا، بدبختی، خشونت، بیرحمی گفت با خودم فکر کردم که زهیر شأن تو از این حرفا بالاتر هست زهیر تو حسینی شد وقتی حسینی شد یعنی چی؟ یعنی با اون شناخت رسید که جان خودش دیگه برایش ارزش نداشت از کلام زهیر چند نکته یاد تاریخ اینجا یادداشت کردم میدونم دیر شد اما چاره ای نیست باید بعض چیزا گفته شد کلام زهیر را برای شما یک مقدارش در زمانی که خرم بن یزید ریاهی که یکی از راه یافتگان به راه حق و حقیقت زمانی که جلوی آقا ابا عبدالله حسین میگیره مفصل طولانیه بعد اونجا زهیر تازه در لشکر به حساب در جمع یاران آقا ابا عبدالله حسین آمد وقتی که اونجا امام علیه السلام اون خطبه معروف اون قسمتش هم میخوانه که این برای شما اومد اگر بخوانم دیر میشه انشاءالله شبهای آینده و فارسیش میگه که سخنان تو را شنیدیم یا ابا عبدالله لقد سمعنا شنیدیم هدایت شدیم خودش اشاره میگه همش ما هم سخنانش شنیدیم هدایت شدیم ای پسر پیامبر ای پسر پیامبر زندگی با تو اگر زندگی دنیایی پایدار باشد و ما عمری جاودان داشته باشیم من از خط تو بر نمیگردم این همون زهیریه که خودم گاهی پس رو پیش میکنم این مهم و از همه التماس دعا اون جایی میرسه که آقا ابا عبدالله حسین در لحظات آخر زمانی که دیگه نزدیک به شهادت رسیدنش هست این زمزمه را دارد و من همینم ذکر روزه خودم کردم که آقا ابا عبدالله حسین در اون حالت غربت که دشمن غلبه کرده اینطوری خطاب می کند یا حبیب ابن مظاهر یا زهیر ابن قیل و یا مسلم ابن اوسجا فقومو انهمتکم ایها الکرام امام اینطوری بگه خوش با حالش ای حبیب ابن مظاهر ای زهیر ابن قیل ای مسلم ابن اوسجا از خواب خود بیدار شوید ای گرامیان بیدار شوید و از آل پیغمبر دفاع کنید یعنی که اینقدر امام به اینها توجه داشته
این آرایش اینقدر برایش عزیز بوده تا کسی برای کسی عزیز نباشه اینطوری یاد نمیشه. در وقت آخرین لحظات میگه که یا زهیر، یا مسلم ابن اوسجر، یا حبیب ابن مظاهر، از خوابتان، از این مرگ و از این شهادت بیدار شوید و از آل پیغمبر و از من دفاع کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. این سلام نامه را با هم زمزمه می کنیم و انشاءالله دست خالی از این مجالس بیرون نروید، با هم زمزمه می کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خجالت نکش. السلام علیک در هر کجا و در هر لباسی که است
تأیید و محفوظشان بفرما. خدایا بار الها یک دنیا امنیت، یک دنیا صلح و صفا بین مسلمانان جهان در همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان لطف و کرم بفرما. در صدر حاجتهای ما تو میدانی ما منتظریم، فرج آهای ما و مولای ما حضرت ولی است عجل الله تعالی فرج و شریف نزدیک بفرما. به نبی والد رحم الله لمن قرأ الفاتحه و الاخلاص و السلام.